به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان امیدوارم که حال دلتان خوب باشه به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف نهم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه درس امروز با همدیگه آغاز کنیم شماره واتساب یادداشت کنید شماره ما هست دو 964 780 15۵4 شما میتونید توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. اگر آماده هستید با انرژی هر چی تمامتر درس امروز با همدیگه آغاز کنیم. شایدای عزیز در جلسه دهم ده قرار داریم قصد داریم که امروز سه تا موضوع رو با همدیگه بررسی کنیم اول، در رابطه با عوامل موثر بر مقاومت برقی صحبت داریم در ادامه با اومتر آشنا میشیم و در آخر هم اتصال مسلسل مقاومت ها را با همدیگه مورد بررسی قرار خواهیم داد اما قبل از شروع درس جلسه امروز درس جلسه قبل با همدیگه یک مرور داشته باشیم در جلسه قبل ما یک قانون بسیار مهم در فیزیک یعنی قانون اوم با همدیگه یاد گرفتیم قانون چی میگفت؟ میگفت که به تخت سیاه توجه کنید قانون اوم به ما میگفت که نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان همیشه یک مقدار ثابتیه که به این مقدار ثابت ما میگیم مقاومت واحد اندازگیری مقاومت چی بود؟ شما بگید آفرین بر شما واحد اندازگیریش اوم بود دیگه که با این نماد نشان میدادیم یک مثال با هم دیگه حل کنیم تا یه قانون اوم یک یادآوری برای ما شود خب مثال چیه میگه که در عقب یک بخاری خب شما عقب یک بخاری رو نگاه کنید نوشته شده که چهار امپیر 220 ولت اطلاعاتیه که در عقب بخاری برای ما نوشته شده خب ما میخوام طبق این اطلاعاتی که به ما داده شرکتی سازنده از این بخاری مقاومت بخاری را حساب کنیم خب کاری نداره دیگه طبق فرمول پیش میریم میگیم که R مساوی میشه با نسبت V بر I خب R مجهوله مساوی میشه با V ما 220 دیگه قرار میدیم 220 تقسیم بر 4 انجام میدیم دیگه خب تقسیم انجام بدین شاید عزیز میگیم که اگر بدو ساده کنین میشه یازده بدو ساده کنین برابر با دو میشه دیگه خب یازده تقسیم بر دو شاید عزیز برابر با پنج و نیم میشه که یک صفرم داریم پس برابر با پینجا و پنج میشه دیگه مقاومت برقی ای بخاری ما برابر با پینجا و پنج شد این شد مروری بر درس جلسه قبل اما میخوایم یاد بگیریم که چه عواملی بر مقاومت برقی موثر هستن مقاومت یک سیم به سه تا عامل بستگی داره یک به جنس سیم شما نگاه کنید که مقاومت سیم مسی سیمی که جنسش مس باشه حدوداً پنج مرتبه از مقاومت سیم آهنی کمتره بنابراین از سیم مسی در ساخت سیم ها استفاده میشن سعی به جای آهن دیگه از مس استفاده میشه چرا چون مقاومتش کمتره و همچنین ارزانتر هم هست دیگه اول پس جنس سیم دو طول سیم هر چی طول سیم شما بیشتر باشه مقاومتش بیشتره طول سیم کمتر مقاومت کمتر سه سطح مقطع سیم یا قطر سیم هر هرچه قطر سیم یا سطح مقطع سیم شما بیشتر باشه مقاومتش کمتر میشه این خلاف طول سیم دیگه پس به سه تا عامل بستگی داره مقاومت یک سیم یک جنس سیم دو طول سیم و سه هم سطح مقطع سیم هرچی طول سیم بیشتر مقاومت بیشتر هرچی سطح مقطع بیشتر مقاومت کمتر دیگه پس شد عوامل موثر بر مقاومت برقی اما ما برای اندازگیری مقاومت برقی از یک آله استفاده میکنیم به نام اومتر اومتر در مدارها یا در سرکیت ها به صورت موازی با وسیله برقی ما متصل میشه دیگه و یک صفحه داره صفحهش به صورتی که یا اقربهیه یا دیجیتالی هست دیگه خب بیشک توجه کنید فرض کنید که ما اینجا یک امت برای شما شاید عزیز رسم میکنیم این صفحه درجه بندی شده ای از این امت ما هسته اینجا هم که اقربش هسته اینجا هم دو تا سیم داره دیگه سعیسته اینجا نوشته شده بی هایت و اینجا هم نوشته شده صفر خب دو تا سیم داره وقتی که ما میگیم به صورت موازی با وصله برقی وصل میشه به این صورته فرض کنید اینجا یک گروپ داریم دیگه سعیسته صورت موازی وقتی وصل میشه به این صورته یعنی هر دو سیمی از به هر دو پایه گروب مثلا وصل میشه یا یک وسیله برقی دیگه هر اندازه مقاومت برقی شما کوچکتر باشه وقتی که اون متر وصل میکنید به وسیله برقی اقربه به سمت راست حرکت میکنه میبینین که اینجا بینهایته اینجا صفره دیگه این برخلاف او وسایل قبلی مثل ولت متر و امپیر متر اینا کار میکنن اقربش به این صورتی که هرچی مقاومت کمتر اقربه به سمت راست حرکت میکنن یه یعنی میشه امد دیگه پس اومد چیه؟ یک آله یک برای اندازهگیری مقاومت برقی ما از این آله استفاده میکنیم و به صورت موازی با وسیله برقی ما متصل میشن موضوع بعدی که موضوع بسیار بسیار مهمی هسته در رابطه با اتصال مقاومت های شاگرده عزیز ما میتونیم مقاومت ها را به دو صورت به همدیگه متصل کنیم یک اتصال موازی دو اتصال مسلسل که امروز در این جلسه ما اتصال مسلسل مورد بررسی قرار خواهیم داد و اتصال موازی را در جلسه بعد با همدیگه یاد میگیریم خب به شک توجه کنید وقتی که به ما میگن که مقاومت ها به صورت مسلسل به هم دیگه وصل شده یعنی چی؟ به شک توجه کنید خب ما در شروع این فصل سمبول ها رو به شما گفتیم دیگه سمبولی که نشاندنده این مقاومت بود به این صورت بود دیگه حالا وقتی که به ما گفته میشه مقاومت ها به صورت مسلسل به هم وصل شدن یعنی چی؟ یعنی مقاومت ها به دنبال هم وصل شدن نگاه کنید آر یک وصل شده به آر دو آر دو وصل شده به آر سه دیگه سیسته؟ میبینید که مقاومت ها به صورت پشت سر هم به هم دیگه وصل شدن به این نوع اتصال ما میگیم اتصال مسلسل مقاومت ها اما نکته ای که وجود داره اینه که باید ما بتانیم شدت جریان مقدار مقاومت و همچین مقاومت معادله روی از پیدا کنید خب پس بیشتر توجه کنید میگیم که چون همه مقاومت ها با همدیگه متصل هستن شاید عزیز پس یک جریان از همه اینها عبور میکنه یعنی جریان مثلا 5 امپیر اگه از مقاومت آر یک عبور کرد از آر دو هم همون هم 5 از مقاومت آر سه هم همه 5 عبور میکنه دیگه پس میگیم که شدت جریان در اتصال مسلسل برای همه مقاومت‌ها ها مساویه پس میگیم آی یک مساوی با آی دو مساوی با آی سه و ادامه هر تعداد مقاومتی که ما داشته باشیم پس اولین نکته اینه که شدت جریان در همه مقاومت‌هایی هایی که به صورت مسلسل وصل شدن یکسانه این اولین نکته نکته دوم قصد داریم بگیم نکته دوم توجه کنید مثلا یک شکل به این صورت داریم مقاومت آر یک آر دو و آر سه وقتی که به این شکل نگاه میکنیم دریافت میکنیم که مقاومت ها به صورت مسلسل وصل شدن یعنی پشت سر هم به هم دیگه وصل شدن ما میتونیم که همه این مقاومت ها را با یک مقاومتی به نام مقاومت معادل جایگذاری کنیم پس میگیم که اگر ما آر یک با آر دو با آر سه با همدیگه جمع کنیم یک مقاومت دسمه به نام مقاومت آر یا مقاومت معادل خیلی مهمه که ما در سرکیت ها بتانیم مقاومت معادله پیدا کنیم شما در های بعد وقتی که ما این موضوع رو بیشتر و مفصلتر بررسی میکنیم و سرکت های ما سرکت های پیچیده میشه شما حتما با این مقامت معادله پیدا کنید دیگه پس در اتصال مسلسل اگر مقامت ها رو با هم جمع کنیم میتونیم همه اینها رو با یک مقامت به نام مقامت معادل جایگذاری کنیم مثال بزنیم روی همین فرض کنید که مقامت اول ما یعنی آر یک اوره دو مقاومت ما هست مثلا 10 اوم و مقاومت ار سی ما هست برابر با 6 اوم صحیح است اوم و کنارش منویسم به ما میگن که سه تا مقاومت داریم مقاومت ها به صورت مسلسل وضع شدن یا در صورت سوال به ما میگه که مقامت ها مسلسل وضع شده یا نمیگه اگه نگفت شما باید خودتان تشخیص بدین که مقامت ها به صورت مسلسل وضع شده و ما میگه مقامت معادلش پیدا کنید برای پیدا کردن مقامت معادل در اتصال مسلسل اینها رو با هم جمع میکنیم پس میگیم که 5 جمع ده جمع 6 که برابر میشه ده و پنج پانزه با شش برابر با یک عهم میشه پس شما میتونید همه مقاومت ها را حذف کنید و یک مقاومت داشته باشین به نام مقاومت R مساوی با 21 اوم سایسته؟ پس در سرکت ها برای خلاصه سازی میتونیم که این کار را انجام بدیم پس ما دو تا نکته را یاد گرفتیم اول در اتصال مسلسل مقاومت ها از همه مقاومت ها عین جریان بور میکنه پس آی یک آی دو آی سه ده تا مقاومت هم که داشته باشین همه اینها اگر به صورت مسلسل متصل شده باشن جریانشان یکیه و دوم این که میتونیم اینها را با همدیگه جمع کنیم و با یک مقاومتی به نام مقاومت معادل جایگذاری کنیم نکته سوم اینه که قانون اوم هم اینجا کار میده دیگه پس برای پیدا کردن مجهولات از قانون اوم که در جلسه قبل یاد گرفتیم استفاده میکنیم قانون اوم چی بود؟ آر مساوی با V. بر آی دیگه خب اینها رو با هم یاد گرفتیم چند تا مثال با هم دیگه بزنیم تا بر بحث اتصال مسلسل مقامت ها تسلط کافی پیدا کنیم خب مثال با هم دیگه میبینیم گفته شدت جریان را در دوره زیر حساب کنید شما میبینید که چهار تا مقاومت داریم مقاومت اول آره به ما داده دوم آره دو چار اوم آر سه هشت اوم آر چهارده اوم ولتاج هم به ما داده دوازده ولت و شدت جریان از ما خواسته خب با هم دیگه این سوال حل کنیم ببینیم که چه قسمی سوال حل میشه خب اول شکل دوباره با هم دیگه رسم میکنیم شکل به این صورته هم. اول آر یک قیمتش هم کنارش می نویسیم و ما داده دو اوم. مقاومت دوم دو یعنی R2 دو قیمتش به ما داده 4 اوم، مقاومت سوم سو یعنی R3 به ما داده 8 اوم، مقاومت چهارم یعنی R4 چهار را هم به ما داده 10 اوم. ولتاژ اما ما داده چند 12 ولت. صحیح است؟ حالا چی را از ما خواسته؟ گفته شدت جریان را برای ما پیدا کنید. اولین نکته که نگاه میکنیم مقامت ها به صورت مسلسل با هم دیگه متصل شده پس جریان در همه مقامت ها یکسانه کافیه که یک دانه آی پیدا کنیم در همه اینها او جریان عبور میکنه اولین کاری که انجام میدم اینه که مقاومت معادل پیدا میکنیم در اتصال مسلسل میگیم که مقاومت معادل برابر میشه با آر یک جمع آر دو جمع آر سه جمع آر چهار آره اگه به ما داده دو جمع آره دو رو داده چهار جمع آره سه رم داده هشت و آره چهار هم به ما داده ده خب اینها رو با هم دیگه جمع میکنیم هشت و دو ده میشه با ده بیست با چهار هم برابر با 24 اوم میشه دیگه پس ما مقاومت معادل پیدا کنیم 24 عم. اوم دیگه چی کار انجام بدیم؟ از قانون اوم استفاده میکنم قانون اوم چی میگفت؟ قانونم به ما میگفت که اینجا می برای شما عزیزان میگفت که R مساوی میشه با V بر I I مجهوله دیگه سعیسته پس جای اینا رو عوض میکنیم میگیم که آی مساوی میشه با نسبت V بر R فرمول دستکاری کردیم حالا آی که مجهول شد مساوی میشه با V تفاوت پتانسیل به ما داده دوازده آرکی مقاومت معادلی بود که ما حساب کردیم دیگه پس برابر با 24 میشه اگه اینها را بر هم تقسیم کنین 12 بر 12 1 24 بر 12 برابر با 2 میشه که برابر میشه با صفر اشاریه 5 واحدش هم چیه؟ امپیره پس شدت جریان ما صفر اشاریه 5 امپیر شد که همه شدت جریان از همه مقاومت ها عبور میکنه صحیح شد؟ یه هم از حل این سوال سوال بعدی را با هم ببینیم گفته که مقاومت معادل و جریان را در دوره زیر حساب کنید آری یک پنج اوم آره دو سه اوم آره سه هشت اوم وی به ما داده سی و دو ولت آیا از ما خواسته و همچنین مقاومت معادل خب این شکل با هم دیگه رسم کنیم تا ببینیم که چه قسمه سوال حل میشه خب شکل با هم رسم کنیم به این اینجا آر یک دارم قیمت آر یک من ماده داده پنج اینجا آره دو رو دارم آره دو مقاومت دو ما قیمتش هسته سه اوم آره سه هم قیمتش هسته هشت اوم سهیسته؟ خب ویرم به ما داده وی مساوی میشه با چقدر؟ سی و دو ولت دیگه اول مقاومت معادله خواسته باز شدت جریان خواستم وقتی که نگاه میکنم مقاومت ها به دنبال هم رسم شدن تشخیصی که میدونم اینه که اتصال ما از نوع اتصال مسلسله شایدهای عزیز در جلسه بعد ما اتصال موازی را مورد بررسی قرار میدیم پس حواستون باشه که اتصال مسلسل اول خوب یاد بگیرین شکلش به چی صورته باز در اتصال موازی با همدیگه اشتباه نگیرین الان مقاومت‌ها ها به صورت مسلسل یعنی به دنبال همینا رسم شدن مقاومت معادلش به چه صورته میگیم که آر مساوی میشه با آر یکی جمع آر دو جمع آر سه مساوی میشه با آر یک قیمتش هست پنج آر دو قیمتش سه آر سه هم که برابر با هشت هسته هشت دو پنجه با هم دیگه جمع کنید برابر با چند میشه 8 9 10 11 12 13 میشه 13 را با 3 جمع کنید برابر با 16 میشه دیگه است. 16 اوم پس مقاومت معادل ما برابر با 16 اوم شد حالا شدت جریان میخوایم حساب کنیم از قانون اوم میریم دیگه خب قانون اوم چی میگفت قانون اوم به ما میگفت که R مساوی میشه با V بر I شدت جریان مجهوله پس جایش عوض میکنیم با R میگیم که آی مساوی میشه با V بر R خب آی مشهوله مساوی میشه با V تفاوت پتانسیل سی و به ما داده مقاومت معادل که ما هشت دریافت کردیم دیگه ببخشید شانزه دریافت کردیم سی دو تقسیم بر شانزه شما اگر انجام بدین برابر با دو میشه دو امپیر پس جریان ما دو امپیر شد یعنی از مقامت آر یک دو امپیر عبور میکنه از آر دو دو امپیر و از آر سه هم همان دو امپیر عبور میکنه سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته دو مقامت برقی هشت و دوازده اوم به صورت مسلسل متصل شدن اگر تفاوت پتانسیل برقی دو انجام مقامت اول برابر 20 ولت باشد تفاوت پتانسیل در دو انجام مقاومت دوم چقدر خواهد بود سوال با هم دیگه حل کنیم سوال متفاوت تر از سوالات قبلی هستن دو مقاومت داریم این مقاومت اول ما یا مقاومت دوم به صورت مسلسل به هم وصل شدن مقاومت اول یعنی r یک برابر با 8 اوم مقاومت دوم یعنی R2 هم برابر با 12 اوم هستن خب مسلسل هم که وصل شدن اگر تفاوت پتانسیل برقی دو انجام مقاومت اول یعنی این مقاومت ویشر شر به ما داده چند وی یک به ما داده 20 ولت سایسه تفاوت پتانسیل در دو انجام مقاومت دوم از ما خواسته یعنی وی دور از ما خواسته خب برای حل این سوال چیکار کنیم شاگرد عزیز میگیم که در مقاومت اول اطلاعاتی که به ما داده آر یک داده وی 1 ما میتونیم جریان طبق قانون اوم دریافت کنیم دیگه پس چی منویسیم؟ میگیم که قانون اوم برای مقامت اول منویسیم آره یک مساوی میشه با وی یک بر آی یک آی یک قصد دارم که دریافت کنم میشه وی یک بر آر یک خب وی یک بیستای قرار میدم آر یک هم که هشتای خب تقسیم انجام بدین میگیم اگه اختصار کنیم 20 به 4 5 میشه 8 به 4 هم که برابر با 2 میشه 5 بر 2 برابر با 2 اشاریه 5 واحدش هم که امپیر سعی سود پس آیا یک ما دریافت کردیم 2 اشاریه 5 امپیر حالا ما میدانیم که در اتصال مسلسل مقاومت ها این جریان از هر دو مقامت عبور میکنه یعنی اگه جریان در مقامت اول دو اشاریه پنج شد در مقامت دوم هم همی دیگه همی دو اشاره پنج هستن پس یک بار دیگه قانون اوم برای مقامت دوم می نسوم. اینجا ادامهش می میگم که آی یک مسایی با آی دو مسایی با دو اشاریه پنج امپیره چرا؟ چون مقامت ها مسلسل با هم دیگه متصل شدن سه سه؟ خب حالا برای مقامت دوم می برای مقاومت دوم اینجا منسون می میگم که طبق قانون اوم آر دو مساوی میشه با وی دو بر آر دو بر آی دو خب وی دو مجهوله دیگه وی دو مساوی میشه با ای دو تا رو در هم ضرب کنیم دریافت میشه آر دو ضرب در آی دو مساوی میشه با آر دو رو که دوازده به ما داده دوازده ضرب در آی دو هم که برابر با آی یک برابر با همان دو اشاریه پنج هسته دیگه سه شما اگه ضربه انجام بدین شاید عزیز جواب ما به این صورت میشه 10 تا ضرب در 2.5 اگر شما کنین برابر با 25 میشه صحیح است دو تا دیگه ضرب در 2.5 کنین برابر با 5 میشه پس حاصل ما برابر با 30 میشه دیگه پس V2 برابر با 3 ولت میشه جواب سوال چی شد 3 ولت شد پس شهریار عزیز با استفاده از نکاتی که ما به شما گفتیم توانید که سوالات مقامت هایی که به صورت مسلسل وز شده را حل کنید پس این نکات را حتما به خاطر داشته باشید در اتصال مسلسل جریان همه مقامت های یکیه آی یک آی دو آی سه همین ها با هم دیگه برابره و همچنین ما توانیم از قانون اوم برای دریافت مجهولات خودمان استفاده کنیم یک سوال برای شما در نظر گرفتیم به نام کار خانگی خب این سوال حل کنید و به شماره 2964 780 255 چل سیزده برای ما روان کنید منتظر پاسخهای شما عزیزان هستیم ببینیم که کی سریعتر و بهتر از بقیه سوال حل میکنه چهار مقاومت داریم یکیش دوازده یکیش هشت اشاریه 4 و 3 اشاری 8 اوم این مقامت های مایه ها. اینا به صورت مسلسل با همدیگه متصل شدن اگر جریان در مقامت 12 اومی برابر با 6 اشاری 3 امپیر باشد جریان در دیگر مقامت ها برای ما حساب کنید و به این شماره که خدمت شما عزیزان بیان کردیم برای ما روان کنید خب شاید عزیز و نازنین درس امروز ما هم خلاص شد اتصال مسلسل مقامت ها را حتما خوب یاد بگیرید که در جلسه بعدی که اتصال موازی مقامت ها را با هم دیگه بررسی میکنیم ایدوتا را با هم دیگه اشتباه نگیرید تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک مسباریم موفق و پیروز و سربلند باشید خدا نگهدارتون